5 و نیم صبح اینجا در واشنگتن دی سی پایتخت آمریکا، یک بعد از ظهر در تهران گلرهان هستم. این سرخط خبر است. شعار شبانه، صدای گلوله و هفت سین بر مزار کشته شدگان، سال نو با اعتراض مردم و سرکوب حکومت آغاز شد. خامنه‌ای در پیام نوروزی اشاره‌ای به خیزش انقلابی مردم نکرد. هم‌میهنان عزیزم، فرارسیدن نوروز باستانی و آغاز بهاری نو را به شما شادباش می‌گویم. پیام نوروزی شاهزاده رضا پهلوی، او گفت تنها راه به زیر کشیدن جمهوری اسلامی اتحاد ملی است. ادله‌ای وجود دارد در ارتباط با نقض جدی حقوق بشر، قتل، زندان کردن و ناپدید شدن اجباری و همچنین آزار جنسی. در ویژه سازمان ملل در امور ایران گفته اعمال جمهوری اسلامی می تواند مصداق جنایت علیه بشریت باشد. سلام بر شما، سال نو رو به شما تماشاگران ایران اینترنشنال تبریک میگم. دیشب در آستانه سال نو معترضان در چند شهر کردنشین ایران در خیابان‌ها آتش روشن کردند و علیه جمهوری اسلامی شعار دادند. ساعتی بعد از تحویل سال در تعدادی از شهرهای کردنشین صدای تیراندازی و درگیری به گوش رسید. ویدیوهای ارسالی مخاطبان ایران اینترنشنال همچنین نشان می‌دهد مردم از نخستین ساعات سال نو علیه خامنه‌ای شعار سر دادند. امروز 1 فروردین 1402، مرگ بر دیکتاتور. اینجا تهران پارس، آغاز سال 1402. اونجا رشت، ساز سال تعریف شده، هم شعار میدن. مرگ بر خامنه‌ای، مرگ بر سپاهی، مرگ بر بسیجی.
اینجا رفت. زن زندگی آزادی. می جنگیم، می میریم، ایران رو پس می گیریم. قسم به خونه یاران ایستاده ایم تا پایان. دیروز قبل از تحویل سال خانواده‌های داغدار سفره هفت سین را بر مزار کشته شدگان خیزش انقلابی پهن کردند. در سقز هم خانواده مهسا امینی و گروهی از اهالی این شهر مراسم نوروزی را بر مزار مهسا برگزار کردند. جن آزادی لسر گور شهید حبیب الله فتحی به هاو گرسندنی آگری نوروز به هیوای بهاری آزادی. شاهزاده رضا پهلوی با انتشار یک پیام ویدیویی سال نو شمسی را تبریک گفت. او در پیام خود سال گذشته را سال حماسه زن زندگی آزادی نامید و گفت به زیر کشیدن حکومت ایران تنها با اتحاد و همبستگی ملی ممکن است. هم‌میهنان عزیزم، فرارسیدن نوروز باستانی و آغاز بهاری نو را به شما شادباش میگویم. سالی که گذشت سال درخشش و سرافرازی ملت ایران بود. شما در این سال در مقابل یکی از ستمکارترین رژیم‌های تاریخ حماسه‌ای به نام زن، به نام زندگی و به نام آزادی آفریدید و پس از چندین سال مبارزه جانانه و میهن پرستانه سرانجام توانستید جهانیان را به تحسین دلیری و بزرگی خود وادارید. عزم و اراده ملی شما برای رهایی میهنمان از اشغال ضحاک و ضحاکیان و رسیدن به آزادی و رفاهی که لایقش هستید مقصدی جز پیروزی ندارد. راهی که در پیش گرفته اید درخشان است. در این راه است که اراده ایرانی بر رژیم ضد ایرانی غلبه خواهد کرد، چون مبارزه شما نه از سر ایدئولوژی های موهوم که بر سر عشقتان به سرزمین کهنمان، به کشور عزیزمان ایران است. شما می خواهید ایران را پس بگیرید و آن را با جان و دلتان از نو بسازید. در این راه یاد و نام جان باختگان دلیر میهن فانوس روشنی بخش ماست. آنان همیشه زنده اند و یادشان به ما انگیزه می بخشد. در این روز و سال نو بار دیگر از شما می خواهم که یار و یاور خانواده های آن جاویدنامان باشید. برای پدران و مادرانی که جوان از دست داده اند فرزندی کنید و برای فرزندانی که پدر و مادر از دست داده اند حق پدری و مادری را به جا آورید. هوای همدیگر را داشته باشید که به زیر کشیدن این رژیم ظالم و پس از آن ساختن ایرانی آزاد، آباد، مرفه و مقتدر تنها با حفظ اتحاد و همبستگی ملی امان ممکن است. پاینده ایران، هر روزتان نوروز، نوروزتان پیروز.
جو بایدن و جیل بایدن رئیس جمهوری و بانوی اول آمریکا در مراسمی ویژه در کاخ سفید نوروز را تبریک گفتند. آقای بایدن شجاعت و ایستادگی زنان ایران را ستود و گفت آمریکا جمهوری اسلامی را مسئول حمله به شهروندان خود می‌داند. برای این نسل زنان آنچه در ایران اتفاق می افتد قابل قبول نیست. آمریکا همچنان در کنار این زنان و تمام شهروندانش جای ایران می ایستد. زنانی که با این اراده قوی و جرأتشان جهان را به تحسین واداشتند. آمریکا و متحدانش مقامهای جمهوری اسلامی را به دلیل حمله به مردم خودش پاسخگو می داند. کسانی که به هیچ جرم در ایران یا دیگر جاهای جهان بازداشت می شوند بدانند که فراموش نمی شوند. آمریکا تا زمانی که شما را به خانه برنگرداند آرام نخواهند نشست. برگرداندن کسانی که بدون هیچ جرم زندانی شده به ویژه شهروندان آمریکا و اعضای خانواده هایشان در صدر اولویت های دولت آمریکا قرار دارد. حامد اسماعیلیون فعال سیاسی و از خانواده های جان باختگان پرواز PS752 در پیام نوروزی خود گفت در کنار هم و در کنار تمام کسانی که دل در گروی آزادی، دموکراسی و عدالت در ایران دارند به این جهل و آدمکشی پایان خواهیم داد. اسماعیلیون ضمن همدردی با خانواده‌هایی که جمهوری اسلامی عزیزانشان را از آنها گرفته گفته ستیز با قدرت، ستیز حافظه با فراموشی است. پس نه فراموش می‌کنیم و نه می‌بخشیم. نرگس محمدی فعال حقوق بشر زندانی هم در پیامی از زندان اوین نوشته پیروزی سهل نیست اما قطعی است. این لحظه نیست اما دور هم نیست. خانم محمدی گفته بهار پایان انتظار است، انتظار رفتن زمستان. خانم محمدی گفته ما هم انتظار را پایان خواهیم بخشید، انتظار پایان حکومت دینی استبدادی. علی خامنه ای در پیام نوروزیش هیچ اشاره به اعتراضات سراسری ماهای گذشته نکرده و ریشه تمام مشکلات ایران را مسائل اقتصادی خوانده، در حالی که مردم هنگام پخش پیام نوروزی او از پنجره خانه ها شعار می دادند. رهبر جمهوری اسلامی گفت سال 1401 هم سالی تلخ و شیرین مانند همه سالهای زندگی مردم بعد از انقلاب 57 بوده. او سال 1402 را سال مهار تورم و رشد تولید نامیده و گفته اگر مشکلات اقتصادی حل شود همه مشکلات کشور کنترل می شود. در همین زمینه ساعتی پیش گفتگوی داشتم با احسان مهرابی روزنامه نگار و از او بیشتر پرسیدم. پیام نوروزی تا حدودی چون به هر حال از قبل نوشته میشه متفاوت تر هست و تنها به رؤوس مطالب اشاره میشه و آقای خامنه ای وارد جزئیات نمیشه، اما در همین پیام نوروزی هم به هر حال مشخص هست که او در عین حال که سعی میکنه چهره چیره از خودش نشون بده و مسلط بر اوضاع، دیگه حتی در پیام نوروزی و برای حامیان حکومت هم نمیتونه بپذیره که وضعیت مانند گذشته است و هیچ اتفاقی رخ نداده و به هر حال همین که میپذیره که اتفاقات تلخی هم رخ داده. از اعتراضات و اتفاقات هم او به عنوان عوارض یاد میکنه، حالا بدون اینکه به اصل موضوع اعتراضات اشاره بکنه. از ابتدا هم میشد انتظار داشت که آقای خامنه ای سخنان خودش رو درباره وضعیت اقتصادی بیان بکنه و مانند سالهای اخیر شعاری هم که انتخاب میکنه در راستای وضعیت اقتصادی باشه، اما در همون وضعیت اقتصادی هم به هر حال او مجبور شده که بپذیره که وضعیت مناسب نیست و همین که موضوع تورم را به عنوان شعار قرار میده و مهار تورم تایید همین نکته است. و جاوید رحمان گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران گفته برخورد جمهوری اسلامی با مردم معترض ممکن است مصداق جنایت علیه بشریت باشد. آقای رحمان در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد حکومت ایران را به قتل بازداشت فله‌ای، شکنجه و تجاوز متهم کرده. او همچنین گفته شواهدی در دست دارد که نشان می‌دهد مهسا امینی در اثر ضرب و جرح ماموران گشت ارشاد جان باخته.
برش خودم من توجه کردم به تأثیر تحریم ها بر در بخش پزشکی و همچنین بر وضعیت اقتصادی در ایران و توصیه های مکرر کردم که تحریم ها باید به نحوی اعمال شود که موارد حقوق بشری در حد ممکن استثناء شوند. با بیان این هم باید بگویم که تحریم نمیتونه به عنوان توجیهی تلقی بشه که ایران بیاد و تعهدات خودش رو در ارتباط با قوانین حقوق بشر نادیده بگیره، مردم رو سرکوب بکنه و حجاب رو تحمیل بکنه به مردم ایران علارغم اراده اونها و بیاد کرامت اونها رو زیر سوال ببره. و به علاوه این تحریم ها بهانه مناسبی نیستند که بیان وسط ها زن و کودک و مرد رو بکشند، همون گونه که ما در تظاهرات اخیر شاهدان بوده ایم. تحریم ها نمی توانند بهانه ای باشند برای اعدام صدها نفر و تعقیب و آزار افراد به خاطر اعتقادات دینی و مذهبی و یا به خاطر اینکه اقلیت قومی هستند. متاسفانه ما می بینیم که بعد از مرگ ژینا مهسا امینی خشونت های زیادی علیه تظاهر کنندگان صورت گرفت. من از مقامات ایران میخوام که بلافاصله پایان دهند به همه اشکال خشونت علیه تظاهر کنندگان. اعضای پلیس اخلاقی ایران که مسئول مرگ ژینا مهسا امینی هستند باید پاسخگو باشند و باید بدون هیچ گونه تأخیری به دادگاه برده شوند. تمامی کسانی که کشته شدند، زخمی شدند در این تظاهرات صلح‌آمیز و یا به زندان‌های خودسرانه ارسال شدند و شکنجه شدند، همه این افراد که مسئول این خشونت‌ها و کشتارهای علیه این افراد بودند باید پاسخگو باشند. در همین حال وزیر خارجه آمریکا در نشست خبری گزارش حقوق بشر سال 2022 از حکومت ایران انتقاد کرده و گفته جامعه جهانی برای محکوم کردن و مقابله با سرکوب وحشیانه جمهوری اسلامی متحد شده. این گزارش به تشریح تخلفات وحشتناک و مداوم جمهوری اسلامی علیه مردم در ایران می‌پردازد. در پی مرگ غم‌انگیز مهسا امینی، نیروهای امنیتی صدها شهروند که به شکل مسالمت‌آمیز به خیابان آمده بودند، از جمله ده‌ها کودک را کشت و هزاران نفر را خودسرانه بازداشت کرد. نیروهای امنیتی ایران علیه معترضان بازداشت شده شکنجه و خشونت‌های مبتنی بر آزار جنسی اعمال می‌کنند. روزنامه نگاران و وکلا مورد آزار و اذیت و بازداشت پیشگیرانه قرار می گیرند و برای ایجاد وحشت بیشتر در مردم ابایی از محاکمه های ساختگی و اعدام های شتاب زده ندارند. جامعه جهانی برای محکوم کردن و مقابله با سرکوب وحشیانه جمهوری اسلامی گرد هم آمده و ما به حمایت از حق مردم ایران برای مطالبه آزادی های اساسیشان ادامه می دهیم. حسن نوپاشم فعال حقوق بشر از وین اتریش با ماست. خوش اومدین آقای نوپاشم. قبل از هر چیز سال نو رو بهتون تبریک میگم. خب آقای رحمان، از احتمال محکوم شدن مقامات جمهوری اسلامی به جنایت علیه بشریت گفته، چقدر محتمل هست که به طور قطع جمهوری اسلامی به جنایت علیه بشریت محکوم بشه؟ با سلام و درود و عرض تبریک سال نو به شما و همه هممیهنان و به ویژه عزیزانی که در این فاصله عزیزان خودشون رو از دست دادن. تصاویر این عزیزان الان جلوی چشم من هست در مقابل مقر سازمان ملل متحد در وین و در این حال عزیزانی که عزیزانشون در زندان‌های جمهوری اسلامی اسیرند و گروگان حکومت جمهوری اسلامی هستند. این احتمال وجود داره. ما اکنون در حال حاضر شاهد این هستیم که آقای پوتین به خاطر جنایات جنگی که در اوکراین مرتکب شده تحت تعقیب بین المللی قرار گرفته، یعنی تحت تعقیب هست از جانب دادگاه بین المللی جنایی و کیفری. این اگر که تلاش بشه در این راستا، خب مسلمه که مرحله بعدی بعد از گزارش جاوید رحمان، بعد از اینکه تو حدود دو هفته آینده قطعنامه مربوط به نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی در شورای تصویب میشه با محتوایی در این ارتباط، این هستش که هیئت حقیقت‌یاب کار خودش رو گسترش بده، مستندسازی بکنه مجموعه مسائل مربوط به نقض حقوق بشر رو. و خب وقتی که مستندسازی صورت بگیره، دادگاه بین المللی جنایی میتواند در صورتی که شاکیان با این دادگاه در تماس باشن، اون موارد جنایت علیه بشریت، جنایت بزرگی مثل جنایت علیه بشریت رو بررسی بکنه و بر مبنای مفاد اساسنامه روم، همونجوری که پوتین رو تحت تعقیب میخواهد قرار بدهد، در رابطه با مقامات عالیه جمهوری اسلامی هم چنین بکنه. باید در این راستا طبعا تمام ما مدافعان حقوق بشر و فعالان جامعه مدنی کوشا باشند و
به طور مشخص شاهدان و قربانیان نقض حقوق بشر تمام مستندات خودشون رو در اختیار هیئت حقیقت‌یاب قرار دادن، همچنین خب جاوید رحمان. و خب میدونید در گزارش دیروز داد هم از او خواسته شد که بیشترین همکاری ها رو داشته باشه با هیئت حقیقت‌یاب و هم خود او خواستار این همکاری نزدیک بوده و هست. خب آقای پاشم، به مستندسازی اشاره کردیم، با توجه به اینکه به گزارشگر ویژه سازمان ملل اجازه تحقیق و تفحص در خاک ایران داده نشده، این جاوید رحمان چه ابزارهایی برای دریافت و راستی آزمایی گزارش‌ها داره و چجوری میتونه در واقع این رو ثابت بکنه؟ خب البته بسیار مفید هستش که چه گزارشگر ویژه ایران، چه هیئت حقیقت‌یاب، چه کمیسر عالی حقوق بشر که به تازگی کار خودش را آغاز کرده، اونها بتونن از کشور دیدار بکنن. مسلمه که در این رابطه راستی آزمایی ها دقیق تر هست، ولی امروز با امکاناتی که وجود داره، شبکه های اجتماعی، اینترنت، واقعیت اینه که مسئله ای نیست که دور بمونه از چشم جاوید رحمان و هیئت حقیقت‌یاب و کسانی که در این راستا کوشش میکنن و تلاش میکنن. مسلمه که اونها راستی آزماییشون از این طریق هستش که از منابع مختلف اطلاعات خودشون رو دریافت میکنن و اونها رو بررسی میکنن و بلافاصله قبول نمیکنن و شاید مدتی طول بکشه، ولی که قطعی با توجه به کارشناسی اونها، با توجه به تجربه‌ای که دارن، میتوانند خارج از کشور همین کار رو پیگیری کنن. کما اینکه مثلا در مورد سوریه هیئت حقیقت‌یابش این کار رو کرده، در مورد سایر کشورها این امکان رو امروز هیئت‌های حقیقت‌یاب هم دارن، علاوه بر گزارشگرهای ویژه که معمولاً کشورهای دیکتاتوری اونها رو راه نمیدن به کشور خودشون که کاملاً مستندسازی دقیقی داشته باشن. و طبیعیه که علاوه بر اون خب مدافعان حقوق بشر هم هستن. ممنونم از شما حسن نایب‌هاشم، فعال حقوق بشر، که از وین اتریش با ما همراه بودیم. شی جین پینگ رئیس جمهور چین در دومین روز سفرش به مسکو با نخست وزیر روسیه دیدار کرد. آقای شی قرار است امروز دوباره با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفتگو کند. بعد از امضای اسناد و تفاهم‌نامه‌های جدید، نشست خبری مشترک برگزار خواهد شد. علی کاظمی همکارم از مسکو با ماست. علی خوش اومدی به برنامه، سال نو رو به تو تبریک میگم. میدونیم که شب گذشته آقای شی جین پینگ با ولادیمیر پوتین ملاقات کرد. جزئیات این ملاقات چی بود و برنامه سفر امروز اون چی هست؟ در ابتدا نوروز و سال نو خودت هم مبارک و برای تمام عزیزان و فارسی زبانان جهان مبارک و امید که سال خوبی را سپری بکنند. همچنان که خودت هم اشاره کردی، شب گذشته 4.5 ساعت دو رئیس جمهور با یکدیگر صحبت کردند، پشت درهای بسته بود. رسانه ها و کاخ کرملین اعلام کرده بود که این گفتگوی غیر رسمی دو رئیس جمهور است، ولی باز همی گفتگو تقریبا 4.5 ساعت دوام کرد و تا جایی که در اختیار رسانه‌ها قرار گرفتن روی همکاری‌های دو جانبه و همچنان موضوع توافق نامه صلحی که پکن آماده کرده بود به خاطر اوکراین، ولادیمیر پوتین گفته که من کاملا این تفاهم نامه را خواندم و بهش احترام دارم. این تفاهم نامه همون تفاهم نامه است که در یک سالگی عملیات نظامی ویژه روسیه از طرف چین به کشورهای غربی ارائه شد، در حالی که کشورهای غربی تمامشان این تفاهم نامه را رد کردند. در روز دوم هم که امروز روز دوم سفر رئیس جمهور چین در مسکو هست، لحظاتی قبل با میشد سین نخست وزیر روسیه داره دیدار میکنه، روی همکاری های دو جانبه دارن صحبت میکنن. گفته شده که آقای شی از میشد سین دعوت کرده که به چین بیا و این کارهایی که قرار است امروز تفاهم نامه‌ای که به دیگر به امضا برسانن از نزدیک پیگیری بکنه تا بتونه که زودتر عملی بشه. بعد از ملاقاتش با نخست وزیر رئیس جمهور چین قرار است با هیئت همراه خودش به کاخ کرملین برن و ضمن معرفی با هیئت همراهشان با ولادیمیر پوتین و کابینه روسیه قرار است تفاهم نامه های بین یکدیگر به امضا برسانند و همچنان قراردادهای جدید همکاری بین مسکو و پکن قرار است امروز به امضا برسانند. گفته شده که بیشتر روی همکاری های تجارتی و انرژی با یکدیگر به تفاهم خواهند رسید و همکاری
هایی که در گذشته داشتن و به قول معروف گفتن به بالاترین سطح همکاری در چند سال اخیر رسیده، گفته که این همکاری بیشتر خواهد شد و تفاهم نامه جدید گفتن گواه ادعا خواهد بود. از سوی دیگر هر دو رئیس جمهور بعد از اینکه تفاهم نامه ها و سند ها را با یکدیگر امضا رساندن، قرار است در یک نشست خبری حضور پیدا بکنند و به سوالات خبرنگاران در این نشست پاسخگو باشند. ممنونم از تو علی کاظمی، همکارم که از مسکو ما را همراهی میکرد، و ممنونم از شما که تا انتهای این بخش خبری ما را همراهی کردید. راست ساعت 2 بعد از ظهر به وقت تهران با یک بخش خبری تازه از استودیومون در واشنگتن دی سی با شما خواهیم بود. با ما بمونید با تا بعد.